به منشی کانون گفته بودم برای این پرونده یه وکیل با تجربه معرفی کنه. فکر میکنین از پس این کار برمیانیم؟ فکر میکنم. بسیار. بعد از مطالعه پرونده هر قسمتش رو که لازم داشتین بگین خانم رضایی براتون کپی بگیر. ممنون. من از طرف کانون وکلا به عنوان وکیل تذکری شما به دادگاه معرفی شدم. که مثلا از کارم دفاع کنید؟ نه، از خودتون دفاع میکنم. ولی من نمیخواستم وکیل داشته باشم. منم اصراری ندارم ولی متاسفانه مجبورم. شما از زندگی من چه میدونی؟ همون اندازه که تو پروندهتون اومده که یه آدم مرتکب قتل شده. سیگار داریم؟ سیگاری نیستم. شما میدونی من چرا زنم رو کشتم؟ اومدم اینجا که همینو بدونم. تا حالا عاشق شدی؟ داری که از شب تا صبح سیگار بکشی؟ گفتم که سیگاری نیستم. همین دیگه، کل روز باید تو دلت آشوب باشه، ندونی کیه تو خونه. ولی نتونستین هیچیش رو ثابت کنین. زرنگ بود خیلی دیوانم میکرد. شما هیچ سابقه مشکل روانی نداشتین؟ نه خانم عزیز، خلاصه با دوستاش میرفت فعلگردی و چه میدونم رفیق بازی و من یه بار بهش گفتم بهش باتم تو منو دوست نداری؟ تو منو دوست نداری؟ واقعا دوست نداشت. ما
من که هنوزم دوستش دارم. میتونه نشونه یه جور جنون ادواری باشه. نمیخواستم اینطوری شه. بهش گفتم چی شد که از من بدت اومد؟ مگه تو عاشقم نبودی؟ تو گفتی تو عاشقم بودی. از کجا میدونی وقتی چاقو رو توی قلبش فرو کردی هنوز عاشقت نبوده؟ اذیتم نکن خانم، اذیتم نکنید. من شاید بتونم کمکت کنم، ولی اول باید واقعیت رو بفهمم. خب باید چی کار کنم؟ باید همه مواردی که نشون میده گاهی تعادل روانی نداشته با هم مرور کنم. یعنی دیوونه؟ مجبوریم، مریض زنده بودن. لطفا مستقیم نگاه کنین. جراحی کردین درسته؟ بله. لنز کار گذاشتن. لنز گذاشتن ولی بازم تار میبینیم. پس هنوز تار میبینین. یه سری لنزهای جدید برای قوز قرنیه تو ایران ابداع شده که توصیه میکنم خدمتتون. امیدوارم دید چشتون رو اصلاح کنه. خسته نباشی. ببین علکه خودتو به خستگی نزن. باشه برو شام درست کن. پس تو اینجا شکاره ای؟ من مرد خونه. کجا بودی؟ زندان. میگفتی وثیقه بیاریم زودتر آزادت کنیم. زندان برای چی؟ وکالت یه قاتل رو به هم دادن. بعد میرفتم ملاقاتش. چیزی بهم نگفته بودی؟ مگه تو هر مریضی میاد مطبت میای به من گزارش میدی؟ آره اگه لازم باشه حتما همچین کاری رو میکنم. ببینم تو واقعا میخوای وکالت یه قاتل رو قبول کنی؟ مجبور شدم. خوبه کارت از گرفتن مهریه کشیده به افتادن دنبال قاتل ها. وکالت تسخیریه، دست من نیست که. کانو وکلا خودش تعیین میکنه. بهشون بگو نمیتونم وکالت یه قاتل قبول کنم. یعنی چی؟ اینجا که اومد کتک کاریمو شد، یکی به من زد، منم اینجا زدمش. باید چند دونو باز کنم. اوف یه نامه گذاشته اینجا این بالا. یه نامه اینجا گذاشته بود. بعد من شروع کردم نامه رو خوندن. واسه اینکه مثلا لجه من در رای من رو اصلا منتر کنه رفت اینجا پای تلفن. یه چیز نمی گلدم نید. بعد با چاقو گذاشته اینجا گلوش چاقو کجا بودید؟ اصلا یادم نیست اصلا چاقو که برداشت گذاشتم اینجا اینجا گلوش. بعد دیدم خب با این که نمیخوام بزنم رفتم این اصلا نفهم بعد این چی بود. رفتم اونجا اینجا همینجا اینجا بود. من رفتم اینجا بعد پاشت من تا من از این تعبیم پاشت رفت اینجا رفتم چاقو که دست من نبود. بعدش دیدم اینجاست. نشون بده بوزی بده قشن چی کار کرد؟ دم این افتاد اونجا وقتی دیدم خوندم همیزم اینجا همه اینجا رو خون گرفت و نشستم رفتش اونجا افتاد. بوزی بده قشن نشون بده چی کار کرد؟ خب توضیح میدم یه افتاد اونجا دیگه دارم میگم میگیر اینش رو نشون بده میخوام دقیق بنویسم. اینش رو بگو نشون بده. Thank you.
هیچ وقت توش حالتی که عدم تعادل روانی نشون بده ندیده بودیم. اون خیلی محکم بهش قسم میخورم بی خود این کارو نکرده. منظورم حالتیه که رفتارش تحت کنترل خودش نباشه، چون وقتی که رفته بودم ملاقاتش زندان زیاد به نظرم حالتش طبیعی نیومد. یعنی شما میگی اون دیوونه است؟ راستش شاید تنها چیزی که الان باعث نجات این پرونده بشه همین باشه. تنها دیوونگیش این بود که عاشق اون زن شد. اگه این کارم نمیکرد خودش رو بکشه. میتونم پدر مادرتون رو ببینم؟ پدر من دیگه اینجوری نمیدونم. از ممکن اتفاق افتاده کمرش شکسته. خانم عماد آدم کش نیست. بچه‌م مثل یه بره آروم بود. از بچگیش هیچ وقت سابقه‌ای که پیش روانشناس برده باشینش نداشت. خدا مرگم بده. یعنی میخواید بگید بچه‌م دیوونه است؟ خانم وکیل میگه اگه بگیم عماد دیوونه بوده شاید بتونیم نجاتش بدیم. یه چیزایی که نشون بده گاهی تعادل روانی نداشته. خواهیم بگیم پسرم غیرت نداشته؟ من میخوام فقط اگه راهی وجود داشته باشه نجاتش بدم. بچه‌م همیشه آروم بود. اگه یه وقت هم عصبانی میشد تقصیر زنش بود. زیاد با هم دعوا میکردن؟ اولش با هم خیلی خوب بودن. یعنی خودش پاشه توی کفش کرد گفت من این دختره رو میخوام. برای روی دختره پای چشماشو کور کرده بود. هرچی میخواست به پاش میریخت. اصلا آدم باورش میشه؟ اینجا تازه عروسی کرده بودن. میبینید چجوری میخندن؟ خانم دلارام توکلی بفرمایید جواب آزمایشتون. قیافت یه جوری شده. چه جوری؟ مهربون که بودی، یه کمی بی‌انصاف، یه کوچولو هم پرتوقع. یعنی چی؟ زود اومدی خونه، موبایلت هم که خاموش کرده بودی، از شام هم که هیچ خبری نیست. دنبال بهانه میگردی؟ بهانه که جزء به حقوق زناشویی محسوب نمیشه. یه نگاهی تو کتابات بنداز ببین شاید چیزی پیدا کنی. نگران دادگاه. امیدوارم آخریش باشه. چی حمید؟ سر و کله زدن با قاتلا. دلتو زبر میکنه. زبر؟ خیلی چیزا تو زندگی دل آدم رو زبر میکنه. آره گاهی حتی عشق. با توجه به تمامی شواهد ارائه شده این حق رو برای اولیای دم مسلم میدونم که تقاضای اشد مجازات رو برای متهم از این دادگاه محترم داشته باشن. متهمی که خودش با شقاوتی غیر قابل توجیه به جنایتش اعتراف کرده.
این جانی فقط دخترمو نکشته، روحمو کشته، امید زندگیمو ازم گرفته. تمام عشق و امیدم تو این دنیا فقط این دوتا دختر بودن. این آدم کش امید زندگیمو گرفته، با بیشرمی بدترین تهمت ها رو بهش زده. جناب خاضی، از شما تقاضای قصاص دارم. خواهش میکنم اونو به بدترین وجه مجازات کنید. دیگه نمیدونم چی بگم آقای قاضی، فقط ازتون میخوام یه لحظه دلتون رو بذارید جای دلم. ما منتظریم که تناب و دوره کردنش ببینیم. شاید یه سر داغ این دل بردبار بکشه. من به هیچ عنوان نمیخوام جنایتی رو که انجام شده کمرنگ جلوه بدم، اما میخوام شرایط و حالتی رو که متهم دست به یک همچین عملی زده در نظر بگیرید. آدمی که تمامی لحظه های زندگیش با شک و بدبینی میگذشته و دست آخر به جایی میرسه که تعادل و کنترل خودش رو از دست میده و دست به عملی میزنه که نباید میزده. بعد از بررسی همه جوانب و اظهارات طرفین و شور قضات، رأی نهایی اعلام میشه. بری تو فکر دیگه نمیای بیرون. عبدالله جزو دستی داده مصد میشه اینو برای من امضا کنید لطفا؟ همین رضا جان، شاپی کتان شده تبریک بودم. امیدوارم در شاپهای بعدی کارهای بعدی موفق باشید. واقعا جای این کتاب خالی بود. سلام. خوب کیف میکنی یا؟ معلومه وقتی بیای دیدنم کیف میکنم. گفته بودم که میام. آره، ولی اینقدر این چند وقت سرت شلوغه گفتم شاید وقت نکنی بیای. به هر حال غافلگیرم کردی. بیا. دلم میخواد غافلگیری تو تکمیل تر کنم. چطور؟ پدر هم شدی. چی شدم؟ چیز پیچیده ای نیست که، یه موجود کوچولو داره برای خودش رشد میکنه. خوشحال نشدی؟ چرا، معلومه که شدم. مطمئنی؟ آره خب معلومه، فقط وقتی بهترین خبر زندگی یه نفر بهش میدی طبیعه که اولش خوشکش بزنه، بعدش هم باید عزمش کنه. من اولش خیلی ترسیده بودم حمید، ولی بعد از یه مدت دیگه دارم بودنش رو باور میکنم. یه مدت؟ حدوداً 10 روز میشه که میدونم. ببینم، یعنی تو 10 روز میدونی تازه الان داری به من میگی؟ الان بهترین موقعیت برای گفتنش نبود؟ آره، ولی میدونم دلیلت برای نگفتن این نبوده. این حرفو چیه میزنی همین؟ تو جای من بودی ناراحت نمیشدی؟ میخواستم اول با خودم کنار بیام بعد بهت بگم. آره، ولی ای کاش اجازه میدادی با همین کارو بکنی. تو این 10 روز من هر شب دیدمت، هر شب باهات صحبت کردم، هر شب اصلا باورم نمیشه داری بهم دروغ میگی. اسمش دروغ نیست. اسمش هر چیزی که هست، از همون جنسه. من میدونم تو میترسی بهم بگی. از چی؟ تو بهم قول داده بودی، قول دادی اگر حامل شدی شغلتو موقتا ول کنی. الان یه پات زندان یه پات دادگاه، صبح تا شب با 10 تا آدم عوضی سر کله میزنی. من از بحث کردن سر این چیزای احمقانه دیگه خسته شدم. سلامتی تو بحث احمقانه نیست، سلامتی این بچه هم همینطور.
چیکار کنی؟ تجدید نظرم رد شده. همین روز است که ببرنم بالایی دار. یه ساعت تو دستم نمیتونم بزنم. مردونگی کن و تو بزن. بزن. وقت چی میخوایی بهشون بگی؟ زخمت که کاری باشه سه چهار ماه نگه هم میداره. بزن من. امان تو که یه بار زدی این دفعرم بزن. به اون کسی که میپرست بزن. به جون دخترم. نمیذارم برات هیچ اتفاقی بیفته. هیچی بفهمه. بزن امان. بزن. خیلی خوبه که شما اینجا میایید. تا جایی که قانون اجازه بده باید پرونده رو دنبال کنم. این حکم دادگاست. میتونی درخواست تجدید نظر بدی. من کاراشو انجام میدم. چه فرق میکنه؟ به هر حال یه شانسه، میشه ازش استفاده کنی. شما چرا چشمتون رو میبندید؟ حالتون بده؟ نه طوری نیست. تجدید نظر نمیخوام. همه یه بار بس بود. هر جور میلت. خواهشی ازتون دارم. من میخوام قبل از مرگم اعضای بدنم رو ببخشم به هر کسی که لازم داره. میشه کمکم کنیم؟ چطور؟ خب مگه قرار نیست من بمیرم؟ میخوام ریم و کلیم و قلبم و هر کسی که لازم داره هدیه بدم. نمیفهمم. خب اینطوری خیلی آرومتر میشم، کمک میشم، از اوپیشنم کمتر میشه. اولین باره که همچین چیزی میشتبه. خواهش میکنم کمکم کنید اگه میشه. درخواستتو بنویس. یه جور به قاضی و هر کسی که فکر میکنیم برید بهش بگید که خب این تجدید نظر نمیخواد، فقط میخواد اعضای بدنشو هدیه بده. خب سعی خودم میکنم. پیشنهاد عجیبیه، هوشمندانه است،
اما پرونده این آدم از نظر قانون مخدومه شده. تصور کنید این کار تبدیل به یه رویه بشه، یه تفسره قانونی که هر کس خواست بتونه ازش استفاده کنه. این قضیه ماهیتاً میتونه چند تا بُعد داشته باشه. یه بُعدش آدمایی که زندگیشون به اهدای عضو بستگی داره، بُعد دیگه‌ش هم گناهکارهایی که با این کار به یه جور آرامش درونی میرسن. پس میخوای بری دنبالش؟ میخوام همه تلاشمو بکنم. از حدود اختیارات من خارجه. با این حال من یک نامه برای رئیس محترم قوه قضاییه می‌نویسم. اگر پذیرفته شه به شکل یک لایحه می‌فرستن مجلس و از اونجا میره برای شورای نگهبان. مطمئنم که همچین حکمی تا به حال در هیچ کجای دنیا صادر نشده. اینم بهت بگم، حتی اگر قانون اجازه بده تا موافقت اولیای دم نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. تو به من قول داده بودی اگه بعد از این که چشمه یکی رو معالجه کردی برگرده بیاد بگه درد دارم چی کار میکنی؟ این حرفا چه رفتی داره؟ بهش میگن حس مسئولیت. تو رو خدا تو دیگه از مسئولیت حرف نزن. تو نسبت به اون قاتل مسئولی یا من اون بچه‌ای که تو شکمته؟ ها؟ اون چاقو بذار کنار. اون عوضی دلش با هیچ کی نسوخته، داره این بازی‌ها رو در میاره که چوبه دار فرار کنه. چه فرقی میکنه حمید؟ اون بالاخره باید بمیره. حالا اینجوری جون چند نفرم نجات داده. آره، ولی هیچ فکر کرده مرحل قانونی این کار سپری شد دقیقا 3-4 سال طول میکشه اون قاتل قصر در میره؟ چه اشکال داره؟ تو از زنده موندن یه آدم واقعا ناراحت میشه؟ میدونی مشکل تو چیه؟ قضیه فقط اون یه بودیو نداره که تو قرار ازش دفاع کنی. فکر کن چند نفر دارن لحظه شماری میکنن که اون قاتل اعدام شه. خوبه، تو واقعا میتونی چند بودی فکر کنی آقای دکتر. حرف منو به خودم برنگردون. گفتنش مهم نیست، مهم اینه که نتونی راحت چشاتو ببندی و به خودت اجازه بدی هر کسی رو محکوم کنی. من کسی رو محکوم نمی کنم، ولی عقلم اونقدر میرسه چی درسته چی غلط. در ابتدای تشکیل رود در ارتفاعات جریانات تو واقعا اگه جرم بودی چی کار میکردی؟ اگه توی ذهنت پر از تصور خیانت بود چی کار میکردی همین؟ باز ترکیب نیروهایشان سرعت برای آخرین بار میرم، دنبالم نیا. فرید، بله بچه را خیلی دیر فهمید. حالا اونجا دیگه نمیتونه کاری کنه؟ نه بابا به خیال، اونجا دیگه انفرادیه، عمره هم بتونه اشکاری بکنه. بعد از قضیه اون شب ترسیدن، همه رو میبرن. برید تو دفتاتون بگیرید بخوابی. دست اون نیست. از کی میتونه؟ بازم باید مراحلش رو توضیح بدم. خیلی خوب، اگه یکی باشی که این قلبو بخواد چی؟ اونم یه بخش قضیه است، ولی قضیه دیگه رضایت خانواده زنت هم هست. خب برو سراغ نصری، خواهر نصرم، زنم، اون قلبش مریضه. برای همینی پیشنهاد دادی؟ خب باعث شد از ذهنم رد چه همچین چیزی. خب این کجاش بده؟ من جونی دخترشونو گرفتم چون یکی دیگر نجات میدم، الان تو نوبت قلبم، از این دربامو در میزنن. ها؟ بده؟ تو از اول میدونستی داری چی کار میکنی؟ نه به جون مادرم، نه به خدا. من زنمو دوست داشتم، دیشب خوابش دیدم دوباره، دوستش داشتم.
کاش یکی پیدا میشد بهم میگفت که بهم خیانت کرده یا نه. که چی بشه؟ که یه شب فقط آروم بخوابم. یه شب. محترمون به هیچ عنوان نمیخواد با شما صحبت کنه. ازش خواهش کنید لطفاً. بحث خواهش نیست. بحث اینه که این خانواده بنزه کافی از این شخص مصیبت و عذاب کشیدن. دیگه بس اسمش. ببینید آقای محترم، من نیومدم اینجا راجع به اماد صحبت کنم. خانم محترم، پس راجع به کی؟ این موضوع راجع به زندگی اون. باور کن میدونم چقدر سخته. ولی اون میتونه زندگی تو و چند نفر دیگر رو نجات بده. مهران بریم. من نمیخوام با اون سنگ بخشنده شدی؟ میخوای این تن لامصب و سالم بفرستی زیر خاک ها؟ سلام. برای چه سلام؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ اومدم با هاتون صحبت کنم. اومدی بگی کی میتونیم تنها به دور گردنش بندازیم؟ کی جون کندنشو میبینیم؟ همه یه تفاضل دیگه‌شو دارم. امروز به خونه اعدامش کنن همه یه پولشو میدم. آقای منصوری، من برای این حرفا نیومدم. پس برای چی اومدی؟ شنیدم دخترتون مشکل قلبی داره. این به تو ربطی نداره. بله به من هیچ ربطی نداره، ولی اگه شما بخواید من میتونم یکی رو پیدا کنم که قلبش رو به اون اهدا کنه. اهدای قلب؟ اگه شما بخواید. چی؟ اماد میخواد قلبش رو به اون بده. ای خدا تو چرا با من این کارو میکنی؟ این فقط یه پیشنهاده، فکر کردم شما باید اطلاع داشته باشید. آخه تو چطور جرأت میکنی همچین پیشنهادی به من بکنی؟ توی اصل قضیه هیچ فرقی نمیکنه، به هر حال اماد مجازات میشه. چرا میخوای دلم رو آتیش بزنی؟ من میدونم هیچ چیزی داغ دل شما رو آروم نمی کنه، ولی این یه شانسه. اینجوری هم قاتل مجازات میشه، هم نسرین میتونه به زندگیش ادامه بده. نسرین قلب اون قاتل رو نمیخواد. ما قلب اون بیوجدانه که به دخترم تهمت زده رو نمیخواد. آقای منصوری، شما یه دخترتون از دست دادید،
اجازه بدید اون یکی دخترتون زندگی کنه. برو بیرون، برو بیرون. فقط خواهش میکنم بهش فکر کنید. برو گم شو، برو گم شو. ما هیچی نمیخوای، ما هیچی نمیخوای، هیچی نمیخوای. سلام، خیلی معطل شدی؟ نه نه بابا، فقط یکی دو دقیقه. پشت تلفن که چیزی به من نگفتی، اما من بوی خبر خوب به مشامم رسیده. آره، فکر کنم سوژش میتونه خیلی خبرساز بشه. فقط دلم میخواد همزمان چند جا با هم کارش کنی. یه جوری خبر رو برات پخش میکنم که خودت بمون. مهم اینه که دست اوله. آورتی ملی؟ ببخشید، معذرت میخوام. اینجا چی میخوای؟ من باید باهاتون حرف بزنم. برو، الان شوهرم میاد خون به پا میکنه. بفرمایی. خواهش میکنم، درباره نسرینه. چی؟ من براش قلب پیدا کردم. قلب؟ یه قلب اهدایی. دیگه لازم نیست تو نوبت قلب بمونین. هیچی هم ازتون نمیخواد، فقط کافیه که رضایت بدین تا عملش کنه. قلب کی؟ عماد. برو. نیستن بشنون. بابا تهدید کرده منو میکشه. شما باید به خود نسرین صحبت میکردید. نمیفهمی چی میگم؟ نمیفهمی؟ من نمیفهمم. اون میتونه یه عمر با این قلب زندگی کنه، یه عمر. من که تجدید نظر نخواستم. من زیاد نمیتونم بیام اینجا، همینشم به زور اومدم. به خدا من قلبم خیلی روشنه. مطمئنم اگه به خود نسرین صحبت کنید، حتی یه سری کاش میشد خودم اصلا با شرف بزنم.
بهتر بود قبل از مصاحبت با من مشورت میکردی. خواستم همه راه ها رو با هم امتحان کنم. ولی زود اقدام کردی. امروز 4 بار از دیوان عالی با من تماس گرفتن. فکر میکنی تأثیر منفی داشته باشه؟ خب این قضیه کلی مدعی پیدا میکنه. هر کسی شروع میکنه در این باره اظهار نظر میکنه. منم باید برم دیوان عالی و کلی توضیح بدم. راستی تونستی رضایت اولیای دمو بگیری؟ دارم همه سعیمو میکنم. خب هر چی زودتر بهتر. یه قدم جلو میفتیم. حتما. ببین ما از راهی که رفتیم نمیتونیم برگردیم. زمنان مصاحبت بعدم نمیم. هزار دفعه بهت گفتم بذار وسط وکیل بگیرم. الانم دیر نشده. اگه بخوای یکی از اون کارکشته هاشو وسط میگیرم. همین وکیلی که خودشون بودشن خوبه. لجبازی. من از هر کی پرسیدم میگن اگه تجدید نظر بدین خیلی خوبه. حال خودم دارم این کاری بهتری میکنم. زمان ملاقات پایان رسیده. لطفاً سالانو ترک کن. چرا داری گریه میکنی؟ برای که به حرف تو گوش دادم. من اگه کاری کردم حتی اگه چیزی ندیدم یا نشنیدم یه چیزی فهمیدم. باشه هرچی آدم میکشم. کاشکی قلم پام شکسته بودم. به حرف تو گوش نداده بودم و خواسته کاری نمی رفتم. عزیزم گریه نکن. من که بهت گفته بودم یه جوبه آبروی آدم ها ارزش بذار. کاری که این بیوجدان کرد تو تکرار نکن. چه ربطی به آبروی شما داره؟ اگه مرد بودی میدونستم چی جواب بدم. خانم صبر منم اندازه ای داره. خواهش میکنم پاتو از زندگی ما بیرون بکش وگرنه بد میبینی. ایمان بیا بری چند تا آدم مهم اومدن ملاقاتت. معاون رئیس زندان هم هست. راستی معروف شدی آقا. لباس در تمیز کن. هوای ما هم داشته باش. آقا این از بانک اعضای پیوندی تشریف آورد. میخوان درباره انگیزه پیشنهادت باهات صحبت کنن. چی شد به این فکر افتادی؟ آرامش بسیار کار ارزشمندیه. چرا رو قلبت اصرار داری؟ ما بکنم قلب چیز مهمتری دیگه. حاضری بقیه اعضا هم اهدا کنی؟ بقیه اعضا رو میتونی بعد از مرگ اهدا بکنی. قلب قبل اهدا. حاضری دربارش مصاحبه کنی؟ باش. بهران اون قاتل خواهرمه میفهمی؟ قبول دارم قبول دارم. اون آدم کثیفیه. اون یه جنایتکاره. اون شنیترین و کثیفترین کارا رو انجام داده. اون تهمت زده. اون آدم کشته. اون قاتله. اما با این کاراش داره جبران میکنه. تو که نمیخوای ازش دفاع کنی ها؟ به هیچ وجه. اصلا قصد من طرفداری و دفاع کردن نیست. منم به اندازه تو از اون متنفرم. حالم ازش به هم میخوره. اون با این اهدای قلب فقط میخواد وجدان خودش رو آروم بکنه. فقط یه آرامش واسه خودش میخواد. ببینم الان ما حرکت میکنیم میزنیم به یکی. من میشم قاتل؟
این خیلی فرق میکنه. فرق میکنه مسلما، چون من درست رانندگی میکنم، درست فکر میکنم و بهترین انتخابم رو دارم. از کجا میدونی که این انتخاب بهترین انتخابه؟ برای اینکه اون اعماد یه روزی عاشق خواهر تو بوده، ولی آخرش کشتش. کشتش به خاطر اینکه نتونست عشقش تو دلش نگه داره، حداقل تو نگه داره. این قضیه نظر حقوقدانان رو به خودش جلب کرده. البته خب یه قضیه فقهی هم هست. ضمناً درباره شما زیاد صحبت میکنم. اتفاقاً توی کانون وکلا به خاطر این موضوع کلی معروف شدم. فکر نمی‌کردم با اولین وکالت تسلیمی همچین ماجرایی پیش بیاد. خب قابل پیش‌بینی هم بود. ضمناً رضایت اولیای دم خیلی مهمه. دارم همه سعیمو میکنم. کاری رو بکن که به نفعته، اون چیزی که به نفع همه است. از کجا معلوم که به نفعم باشه؟ چه نفعی بیشتر از زندگی؟ ببینم تو واقعا راضی میشی یه نفر مرگ مغزی بشه تا قلبش بهت برسه؟ ولی اون آرزو میکنه که قلبش رو به تو بده. نمیدونم واقعا گیج شدم. میتونم ببینمش؟ آره حتما، سعی خودمو میکنم. بهت میگم بشین، حرفای من هنوز تموم نشده. منم بهت گفتم بس کن، تمومش کن دیگه. مگه تو تمومش میکنی که من تمومش کنم؟ مگه من چی کار کردم؟ مگه جنایت کردم؟ جنایت نکردی. جنایت عدید تو فقط همین چیزایی که تو کتابای قانون مینویسن. بازی کردن با جون و سرنوشت یه بچه بیگناه اصلا جنایت حساب نمیشه. دلارام تو اینجور آدم ها رو نمیشناسی. بهت میگم صبح بهم زنگ زدن، تهدیدت کردن. 100 بار بهت گفتم تمومش کن. بیا اینم نتیجهش. فکر هستن که برای حرفای تو ارزش قائله. خواهش میکنم از من انتظار غیر منطقی نداشته باش حمید. آره حرفای من همش بی منطق و احمقانه است. ولی فعلا توی که داره با کارهای احمقانه زندگیمونو میریزی به هم. از چی میترسی؟ میترسم؟ من میترسم؟ آره میترسی، از کار من میترسی. توقع داری این روزای اول آشناییمون من همون دانشجوی بی تجربه و کنجکاو باشم تا همون آقای دکتر فرهیخته و هنرمند؟ خود واقعی منو نمیخوای. خیلی بی چشم روی دارم. خیلی. حالا کجا؟ به خودم مربوطه. روش تازه است؟ اینجا که برای مارمش نزشتی، چی کار میتونم بکنم؟ فکر نکنه یه وقت میام دنبال جان که نگرانت میشم. نه اگه یه کوچولو هم شک داشتم همچین کاری میکنی حالا دیگه مطمئنم.
که مورد نظر خاموش. حمید 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 رضا سلام خیلی نامردی حمید فکر کردم اومدی معذرت خواهی کنی میدونی تو زندگی چی آدم ها رو از هم دور میکنه همون چیزی که اون ادامی داره خودخواهی
نسرین نسرین دکتر چی شد؟ آقای منصوری فعلا رو به راهه. سعی کنید شرایط آرومی داشته باشه تا یه قلب براش پیدا بشه. با اجازه. باید راجبه یه چیزی با تو صحبت کنم. بذار یه وقت دیگه با تو. نسترم دو هفته قبل از اون اتفاق گفت که از اماد متنفره، گفت از هر چیزی که در مورد اونه حالش به هم بخوره. بابا نسترم داشت طلاق میگرفت، امادم همه سورش رو میزد یه نظر ولی اون چیزی به ما نگفت. دلو خواست شما ناراحت بشین، همه این کاراشو پنهانی میکرد. امادم همین چیزها رو فهمیده بود که بهش شک کرده بود. ولی اون حق نداشت خواهر تو بکشه. آره حق نداشت، حق نداشت. خیلی وقتا به اماد فکر میکنم، الان موقع فکر کردم به این چیزا نیست. خیلی دوست دارم ببینم اماد چی میگه. میدونی تو زندگی چی آدم ها را از هم دور میکنه؟ همون چیزی که اون ادامی داره، خودخواهی. خانم توکلی، یه آقای اومدن کارتون دارن، بگیم بیان داخل. میخوام باهات حرف بزنم. چیزی شده؟ دارم دیوونه میشم. ای کاش هیچ وقت پیدا نشده بود. این پیشنهاد اونه نه من، برای نجات نسرین. هر وقت به نسرین فکر میکنم انگار اون چاق تو قلب من فرو میره. هر وقت من به نسرین فکر میکنم جیگرم آتش میگیره. آقای منصوری اجازه بدین خودش تصمیم بگیره. جونشو نداره، هر لحظه ممکنه قلبش پایسته. تصمیم گرفتن شما جای اون چیزی رو حل نمیکنه. این زندگی اونه، خودش باید ببینه میتونه با قلب اون ادامه بده یا نه. نمیتونم دیگه، نمیتونم چیکار کنم. باور کنین اگه بیشتر از این پافشاری کنین فقط به خودتون ضربه زدین. وضعیت برای نسرین بیشتر از این سخت نکنین، آزادش بذارین، بذارین با خودش تنها باشه تا بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. میخوای ببری زندان؟ خودش اینو خواسته، میخواد رو در رو ببینتش. شما که اجازه میدین؟
من با قلب قاتل خواهرم چجوری تو صورت پدر مادرم نگاه کنم؟ اون فقط یه تیکه گوشته، خیلی بیشتر از یه تیکه گوشته. مگه آدم با قلبش تصمیم میگیره؟ صادق‌تر از قلب کجاست؟ فکر. البته اگه منصفانه و منطقی فکر کنی. ببین تو دختر عاقلی هستی نسرین، بشین فکر کن ارزش انداختن تناب دار دور گردن اون چقدر بیشتر از اینه که همه چیز زندگی تو به خاطرش از دست بدی. خوبم. ساز می‌زنم. اسم پسرت چیه؟ مهران. یه بار اومده خواستگاری. برام از اون روز بگو. از کدوم روز؟ روزی که کشتیش، تعریف کن. یه چیزی که بگیم. چرا میخوای این کارو بکنی؟ دارم، دلیل دارم. خب ترس، گناه، آرامش. من هیچ چیزی نداشتم این کار بکنم، حتی اگه گناهکار بود. گناهکار؟ نه گناهکار، دروغ. دروغ. فقط اینجوری میتونم تاوانش اینجوری پس بدم. چه فرقی میکنه دارت بزنن یه طور؟ فرق میکنه آدم با تنابه دار نفلی بشه یا یه جوری ادامه پیدا کنه، فرق میکنه. میخوای با من ادامه پیدا کنی؟ آروم میشم. میترسی؟ خیلی. نه از مردنها، از تنابه دار و اینجور چیزه یک کمی. چرا فکر کردی من میتونم وسیله آرامش روی تو باشم؟ چرا؟ خب تو خیلی شبیهش. واسه تو چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه که با قلب کی؟ ولی واسه من فرق میکنه تو سینه کی؟ اگه بهت بگن دیگه با تنابه دار ادام نمیشی، بازم حاضری قلبتو بدی؟ آره، من تو رو بخشیدم. واقعا ولی قلبتو نمیخوام. بلش به یکی دیگه، عذابم میده. من هر روز دعا میکنم، ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه خواهش میکنم. عذاب میکشی؟ وحشتناک.
تو پاکی میکنه. جواب خواهرمو چی بدم؟ تو بگو، تو بگو. موضوع خیلی بحرانی داره. حالت خوبه؟ از وضعیت پروندت خبر داری؟ من تو این دنیا دیگه از هیچی خبر ندارم. ظاهراً اولیای دم رضایت دادن شیوه مرگ تو خودت انتخاب کنی، اما متاسفانه قانون فقط اعدام با تناوب دار رو برات به رسمیت می‌شناسه. فایدهش چیه؟ البته لایحه‌ای که داره تنظیم میشه اگه به تصویب برسه خب شرایط فرق میکنه، ولی بررسی همه جوانه به اون سالها طول میکشه. که تا اون موقع منم زنده نیستم متاسفانه. گاهی چیزهایی هست که برای آدم فراتر از زندگیش ارزش داره. مثلا یه نویسنده همه ی عمرشو برای نوشتن یه کتاب میذاره که بعد از مرگش یه عده اونو بخونن. مطمئن هستم مسئله‌ای که تو مطرح کردی تا سالها ذهن بعضی‌ها رو به خودش مشغول میکنه. خب اگه من مرگ مغزی میشدم اون وقت میتونستم قلبم اهدا کنم؟ احتمالا. ممنون که اومدی. میدونم که دیگه وظیفه نداری بیای اینجا. چرا این کارو کردی؟ میخواستم مرگ مغزی شه. چرا؟ خب با خودم فکر کردم شاید اینجوری بیشتر به درد بخورم. از چوبه دار میترسی؟ هم میترسم، هم این که نمیترسم. از چی میترسی؟ از خودم میترسم، از خودم میترسم. هنوزم دوست داری عذر بدن تو ببخشی؟ بدون قلبم
واسه چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه جنگل آتش گرفته باشه و تو بخوای با یه فنجون آب خاموشش کن. در هر صورت اومدم اینجا اینا رو بهت بگم. نمیتونم، شایدم برای آخرین بار میخواستم ببینمت. چیزی احتیاج نداری؟ نه، فقط هر چیزی که لازمه بگو برام بیارن امضا کنم. مطمئنی؟ شاید یکم دیر باشه، ولی هیچ وقت تو زندگی اونقدر که به شما اعتماد داشتم به هیچ کس نداشتم.